در پاسخی غیر مستقیم به منتقدان رد صلاحیت های اخیر آیت علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت بنده گفتم کسانی که نظام را قبول ندارند رأی بدهند نه اینکه کسی که نظام را قبول ندارد بفرستند مجلس آقای خامنه روز چهارشنبه سیوم دی در دیدار با دستان در بر برگزاری انتخابات اسفند ماه آینده تاکید کرد در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری کسی که اصل نظام را قبول ندارد راه نمی دهند. رهبر جمهوری اسلامی پیش از این حتی از کسانی که نظام را قبول ندارند خواسته بود تا برای حفظ اعتبار کشور در انتخابات آتی شرکت کنند. از آن هنگام تا کنون تعدادی از افراد منصوب به جریان های اصلاح طلب و اعتدالگرا در ایران در سخنان جداگانه ای این اظهار نظر رهبر را نشانه درخواست آقای خامنه ای برای افزایش میزان تایید صلاحیت ها دانستند از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام که با انتقاد از رد صلاحیت های گسترده نامزدهای انتخابات توسط هیئت های نظارت شورای نگهبان گفت اگر کسی با نگاه سیاسی و به خاطر مسائل شخصی مردم را از رای دادن به یک نفر با رد صلاحیت محروم کند با توجه به فتوای رهبری در حق و ناس دست برده است اظهار نظر سریح علی خامنه در این باره را میتوان پاسخی غیر مستقیم به افرادی دانست که بویژه در روزهای اخیر به رد صلاحیت گسترده از سوی زیر های شورای نگهبان انتقاد کردند. بخش دیگری از سخنان رهبر جمهوری اسلامی به انتقاد از کسانی اختصاص داشت که بحث تحریم انتخابات را مطرح می کنند. علی خامنی از جمله گفت این افراد کمین کردند که با حضور نیافتن مردم در انتخابات با تحریم و سست کردن انتخابات انتخابات از نظام جمهوری اسلامی مچگیری کنند رهبر جمهوری اسلامی در ادامه سخنانش به تندرو نامیدن افرادی که او آنها را جوانان مؤمن، انقلابی و حزب نامید شدیداً اعتراض کرد و گفت نباید جوانان انقلابی و حزب را متهم به تندروی کرد زیرا این جوانان با اخلاص تمام و با همه وجود در میدان حاضرند و هرگاه که دفاع از مرزها و دفاع از هویت ملی لازم باشد وسط میدان هستند آقای خامنی در عین حال با بسیار بد و غلط توصیف کردن حمله به سفارت عربستان افزود نباید به صرف یک اتفاق بسیار بد و غلط همچون حمله به سفارت عربستان پای حزب ها و جوانان مؤمن و انقلابی را وسط بکشند بخش پایانی سخنان رهبر جمهوری اسلامی به موضوع توافق هسته‌ای یا برجام اختصاص داشت آقای خامنی در این زمینه گفت همه خواستای جمهوری اسلامی برآورده نشد اما گفت که مسئولان در این قضیه انصافا زحمت کشیدند و با قدردانی عمیق از توقیف قایقهای نظامی آمریکا در خلیج فارس توسط سپاه گفت مسئولان باید در همه عرصه ها همین گونه عمل کنند و هر جا دشمن از خطوط منافع ملی ایران تجاوز کرد با قدرت جلوی او را بگیرند سیامک رهپیک معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان اعلام کرده احتمال دارد که در مرحله بعدی که شورای نگهبان بررسی می کند حدود 10 تا 15 درصد به داوطلبان تایید صلاحیت شده اضافه شود وی افزوده در حال حاضر در مرحله بررسی صلاحیت ها در هیئت های نظارت زیر نظر های مرکزی هستیم و اگر صحبتی از احراز یا عدم صلاحیت می شود باید گفت که مراحل دیگری نیز در احراز و رد صلاحیت ها وجود دارد سخنان آقای رهپیک نخستین واکنش شورای نگهبان به اعتراضها به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای شرکت در انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی است امسال بیش از دوازده هزار نفر برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند که هیئت‌های اجرایی 90 درصد و هیئت‌های نظارت 40 درصد این افراد را تایید صلاحیت کردند. این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت گفت تا کنون حدود 40 درصد از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس تایید صلاحیت حدود 25 درصد رد صلاحیت و حدود 28 درصد نیز صلاحیتشان احراز نشده است البته در این میان افرادی هم بودند که انصراف دادند معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره توجه به جناهای سیاسی در بررسی صلاحیت ها تاکید کرد در قانون چیزی به عنوان جناه سیاسی مطرح نیست و اساسا معیارهای قانونی ربطی به مباحث سیاسی ندارد بیشتر افرادی که در همین مرحله صلاحیتشان احراز نشده افرادی هستند که برای اولین بار است داوطلب می شوند و ممکن است اصلا در جناه بندی ها حضور نداشته باشند رد صلاحیت های گسترده توسط هیئت های نظارت وابسته به شورای نگهبان واکنش های گسترده ای را در پی داشته است از جمله محمد بیاتیان نماینده بیجار گفته که به درخواست نمایندگان رد صلاحیت شده علی لاریجانی رئیس مجلس با شورای نگهبان صحبت هایی داشته و قرار شده که برخی از حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس حاضر شوند تا در مورد دلایل رد صلاحیت آنها توضیح دهند. اما آقای رهپیک نسبت به تشکیل کارگروهی از سوی رئیس مجلس برای رایزنی با شورای نگهبان پیرامون رد صلاحیت ها اظهار بی اطلاعی کرد و گفت رایزنی رسمی با شورای نگهبان صورت نگرفته است. پیشتر نیز سایت پایش از انتقاد تند عبدالرضا رحمانی وزیر کشور در جلسه اخیر هیئت دولت از رد صلاحیت های گسترده خبر داده بود به نوشته این سایت آقای رحمانی فضلی پس از مذاکره با شورای نگهبان در جلسه هیئت دولت به رئیس جمهوری گفته است بیش از این نمیتواند پاسخگوی اعتراضات استانداران و فرمانداران سراسر کشور درباره رد صلاحیت ها باشد. و خواستار واکنش جدیتر حسن روحانی به این موضوع شد. این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین درباره عدم احراز صلاحیت تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس گفت در بررسی صلاحیت ها فرقی میان نمایندگان مجلس با داوطلبان دیگر نیست ممکن است نماینده‌ای در گذشته تایید صلاحیت شده باشد اما در طول زمان اقداماتی کرده که صلاحیتش رد شده است علی متحری نماینده اصولگرای تهران از جمله نمایندگانی است که صلاحیتش برای انتخابات این دوره از مجلس توسط هیئت‌های نظارت رد شده وی در ای به شورای نگهبان به رد صلاحیتش اعتراض و استدلال کرده که مؤمن است و به نظام اعتقاد دارد اما برداشت متفاوتی از جمهوری اسلامی دارد آقای رهپیک در پاسخ به سوالی درباره اعلام عدم التزام عملی برخی داوطلبان به ولایت فقیه گفت مبنای تشخیص برای تصمیم گیری در این زمینه مستندات پرونده داوطلبان است ممکن است دستگاهی گزارش داده باشد که داوطلب بر اساس اظهارات یا گزارش هایی التزام عملی ندارد لذا برای شورا سلایق معیار نیست و بر اساس قانون عمل می کند. این عضو شورای نگهبان در بخش دیگری از این گفتگو درباره بررسی صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس خبرگان نیز خاطر نشان کرد در این دوره یکی از شرایط تشخیص صلاحیت علمی داوطلبان انتخابات خبرگان آزمون بود که این آزمون برگزار شده و تکلیف بخش عمده ای از آن روشن شده است اگر قرار است خارج از چارچوب آزمون تصمیمی گرفته شود باید فقهای شورای نگهبان اعلام کنند که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده و مبنا تا این لحظه حضور در آزمون بوده است. این سخنان پس از آن بیان می شود که تعدادی از کاندیداهای سرشناس مجلس خبرگان رهبری از شرکت در آزمون برگزار شده توسط شورای نگهبان خودداری کردند. حسن خمینی، مرتزا آقا تهرانی و محمود امجد از جمله افرادی بودند که در این امتحان شرکت نکردند. حمله گروهی ناشناس به دانشگاه دولتی باچاخان در استان خیبر پشتونخوا واقع در شمال غرب پاکستان دست کم 20 کشته و 50 مجروح بر جای گذاشت. عاملان این حمله در برخی گزارش ها اعضای گروه طالبان پاکستان عنوان شدند اما مقامات پاکستان هنوز این گزارش ها را تایید نکردند. منابع خبری گزارش دادند چهار نفر از مهاجمان در پی درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند و از آنجا که درگیری ها پایان یافته به نظر می رسد شمار مهاجمان از این تعداد بیشتر نبوده باشد رسانه های پاکستانی به نقل از منابع محلی شمار کشته شدگان را بین 20 تا 60 نفر اعلام کردند این احتمال مطرح است که تا 3000 دانشجو در زمان حمله داخل دانشگاه بودند رسانه پاکستانی میگویند بیشتر دانشجویان و کارکنان دانشگاه در زمان آغاز حمله داخل کلاسا بودند که پس از این حمله ساختمان را تخلیه کردند. این حمله یک سال بعد از حمله به مدرسه دولتی ارتش پاکستان در پیشاور رخ میداد که در آن 140 دانش آموز کشته شدند. بنابر اعلام منابع آمریکایی و عراقی سه شهروند آمریکایی که هفته گذشته در بغداد رو بوده شدند در دست گروهی از شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران هستند به گزارش خبرگزاری رویترز این خبر را دو منبع اطلاعاتی عراقی و دو منبع دولتی آمریکایی روز سهشنبه 29 دی اعلام کردند بنابر این گزارش ها واشنگتن بر این باور نیست که تهران در ربودن این افراد دست داشته است یا این شهروندان آمریکایی به ایران منتقل شدند. شبکه العربیه هفته پیش خبر داد که سه پیمانکار آمریکایی همراه با مترجمشان از سوی شبه مسلح در محله دوره بغداد ربوده شدند. شبکه خبری CNN نیز از ناپدید شدن این افراد خبر داده بود و بیشتر خبرگزاری ها نیز در روزهای اخیر از سرنوشت این افراد اظهار بیخبری کرده بودند خبرگزاری اسوشیت پرس اما خبر داده بود که آدم ربایان قربانیان خود را به شهرک شیعه نشین صدر منتقل کردند به نوشته رویترز یکی از منابع اطلاعاتی اراقی در بغداد روز سهشنبه گفت که این افراد به این خاطر ربوده شدند که آمریکایی هستند نه به خاطر دلایل شخصی یا مالی وزارت امور خارجه آمریکا روز یکشنبه 27 دی مسئله ربوده شدن این افراد را تایید نکرد اما خبر داد که برای پیدا کردن این شهروندان آمریکایی در حال همکاری با مقام های عراقی است یک منبع آگاه به رویترز گفته است که سه شهروند آمریکایی از کارمندان یک شرکت کوچک خدمات فناوری ارتباطات وابسته به کمپانی آمریکایی جنرال داینامیکس هستند این کمپانی بزرگ آمریکایی که با ارتش عراق قرارداد همکاری های فنی دارد اما پاسخ به پرسش های نمایندگان رسانه ها در مورد کارمندان ربوده شده خود را به وزارت خارجه آمریکا ارجاع می دهد. نام دوتان از ربوده شدگان که تابعیت عراقی نیز دارند وائل المهدوی و امر محمد اعلام شده ولی هویت شخص سوم هنوز روشن نیست همزمان جاش ارنست سخنگوی دولت آمریکا اعلام کرد مقام های آن کشور اعتقاد دارند رابرت لوینسون معمور پیشین پلیس فدرال آمریکا اف بی آی دیگر در ایران نیست آقای ارنس گفت دولت ایران در مورد جستجوی لوینسون اطمینان داده است و واشنگتن نیز تلاش می کند تا ایران تعهد خود را در این زمین عملی کند ایالات متحده بارها از ایران خواسته است در پیدا کردن آقای لوینسون کمک کند تهران پیشتر اعلام کرده بود اطلاعی از وی ندارد خانواده این معمور پیشین اف بی آی روز دوشنبه 28 دی از آزادی شهروندان آمریکایی از زندانهای ایران ابراز خوشحالی کردند اما در این حال گفتند به آنها رسما اطلاع داده نشده بود که رابرت لوینسون در میان آزاد شدگان نیست همسر آقای لوینسون با انتقال از این شرایط گفته بود این موضوع ناامید کننده است آقای لوینسون نهم مارس سال 2007 میلادی برابر با اسفند 1385 در جزیره کیش آخرین جایی که دیده شد ناپدید شد و مشخص نیست در حال حاضر کجاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از این گفته بود آنچه ما میدانیم این است که او در ایران زندانی نیست چنانچه او در ایران باشد توسط دولت زندانی نشده است آمریکا میلیون ها دلار پاداش برای اطلاعاتی که به یافتن وی کمک کند تعیین کرده است در خبری دیگر امیر میرزایی حکمتی تفنگدار دریایی ارتش آمریکا که از آذر ماه 1390 در ایران زندانی بود در اولین گفتگوی رسانه‌ای خود پس از آزادی گفت شگفت زده و بسیار خوشحال است چون فکر میکرده ده سال باید در ایران زندانی باشد وی گفته از آزادی خود اطلاع نداشته و یک روز صبح در زندان به وی گفتند که وسایلش را جمع کند چون قرار است آزاد شود آقای حکمتی با تشکر ویژه از مقامات آمریکایی که برای آزادی وی تلاش کردن گفت که شرایط زندان او خوب نبوده هرچند دیگر تمام شد آقای حکمتی ابتدا به دلیل آنچه جاسوسی عنوان شد به اعدام و سپس به ده سال زندان محکوم شد و سرانجام روز سهشنبه 26 دی پس از چهار سال در چارچوب تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا آزاد شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه شنبه 29 دی از طریق تلفن و به مدت 20 دقیقه با یکدیگر گفتگو کردند. آقای کامرون در این گفتگو ابراز امیدواری کرده است که ایران نمایندگانی را به کنفرانس اعطا کنندگان کمک مالی برای مردم سوریه که در لندن برگزار می شود بفرستد. این کنفرانس قرار است چهارم فوریه برابر با 15 بهمن به میزبانی بریتانیا، آلمان، نروژ، کویت و ایالات متحده برگزار شود و هدف از آن گردآوری کمک مالی برای آوارگان سوری یا کسانی است که به خاطر جنگ داخلی این کشور فقیر شدند. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران نیز از این تماس تلفنی گزارش منتشر کرده و نوشته است که حسن روحانی با استقبال از رایزنی و هماهنگی میان تهران لندن در خصوص مسائل منطقی و ثبات و امنیت خاور میانه گفته است تردید وضعیتی که امروز در سوریه عراق و یمن حاکم است قابل قبول نیست و همه ما باید تلاش کنیم تا موضوع تروریسم و بیثباتی در این منطقه مهم حل و فصل شود. به نوشته ی پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران نخست وزیر بریتانیا در تماس تازه تلفنی خود با حسن روحانی همچنین با بیان اینکه به زودی بخش صدور ویزا در سفارت لندن در تهران فعال خواهد شد ابراز امیدواری کرده است که با رئیس جمهوری ایران در سال جاری میلادی دیدار و گفتگو کند. سخنگوی نخست وزیر بریتانیا گفته است در این گفتگو ارتقای روابط دو کشور به سطح سفیر و وضعیت چند شهروند دارای تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی است که در زندانهای ایران هستند مورد بحث قرار گرفته است. آقای کامرون با اشاره به ضرورت تحرکی جدی در روابط همه جانبه ایران و بریتانیا گفته است بریتانیا آماده است تا تمامی تخصص و تجربیات مالی و بانکی و اقتصادی خود را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دهد و بی تردید افزایش رفت آمد میان مقام های ارشد دو کشور می تواند به تقویت این همکاری ها و روابط دو کشور کمک کند. بنابر این گزارش رئیس جمهوری ایران نیز بر ضرورت توسعه همکاری های مشترک ایران و بریتانیا در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، علمی و سیاسی اشاره کرده و گفته است باید با ایجاد تحرکی در روابط دو جانبه که میتواند به نفع ملت های دو کشور، منطقه و جهان باشد کمکاری های گذشته در این عرصه را جبران کرد. پس از این مذاکرات آقای روحانی در توییتر خود نوشت دیوید کامرون در تماس تلفنی خود گفت به زودی بخش صدور ویزا در سفارت لندن در تهران فعال خواهد شد سفارت بریتانیا و ایران در تهران و لندن پس از نزدیک به چهار سال تعطیلی اول شهریور امسال بازگشایی شد اما سطح روابط دو کشور در حال حاضر در سطح کاردار است و بخش ویزای سفارت بریتانیا در ایران هم فعال نیست عادل الجبر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز سهشنبه 29 دی ماه با چاپ یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز به مقاله یک هفته پیش آقای ظریف در این روزنامه پاسخ داده است. وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت کشورش قربانی تروریسم از سوی حامیان ایران شده است. عادل الجبر در این مقاله که با عنوان آیا ایران میتواند تغییر کند چاپ شده است نوشته است ایران به جای مقابله با انزوا طلبیش که خودش مسبب آن بوده است کنار گذاشتن سیاست های خطرناک توسعه طلبانه و فرقی و همچنین حمایت از تروریسم اتهام های واهی و بی اساس علیه پادشاهی عربستان طرح می کند. این مهم است که درد شود چرا عربستان و کشورهای حامی آن در حاشیه خلیج فارس متعهد به مقاومت علیه توسعه طلبی ایران و واکنش قوی به اقدامات تهاجمی آن هستند. وزیر خارجه عربستان با اشاره به توافق هسته‌ای میان تهران و شش قدرت جهانی گفته که قطعا بخش بزرگی از جامعه ایران خواهان گشایش اساسی در داخل و مناسبات بهتر با کشورهای همسایه و جهان هستند ولی حکومت ایران چنین چیزی را نمیخواهد عادل الجبیر نوشته است ایران مسئول بمبگذاری در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال 1983 انفجار مقر الخبر در عربستان سعودی در سال 1996 و ترور نارضایان سیاسی در رستوران میکونوس در برلین در سال 1992 است آقای جبر نوشته است ما در فهرست دولت‌های حامی تروریست نیستیم ولی ایران هست ملت ما به خاطر حمایت از تروریسم در فهرست تحریم های بین المللی نیست ولی ایران هست مقام های کشور ما در فهرست حامیان تروریسم نیستند ولی ایران هست این معمور ما نبود که به خاطر توطعه قتل سفیر عربستان در واشنگتن در سال 2011 از سوی دادگاه فدرال نیویورک به 25 سال زندان محکوم شد این معمور ایران بود وزیر خارجه عربستان در بخش دیگری از مقالهش جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که از حمله به سفارتخانه های خارجی به عنوان ابزاری در مسیر سیاست خارجیش استفاده می کند. وی نوشته تسخیر سفارت آمریکا در تهران تنها نقطه آغاز این روند بود از آن زمان سفارتخانه های بریتانیا، دانمارک، کویت، فرانسه، روسیه و عربستان سعودی در ایران یا در کشورهای دیگر از سوی حامیان تهران مورد حمله قرار گرفتند آقای الجبیر با اشاره به فعالیت ها و اقدامات متحدان ایران در لبنان، سوریه و یمن گفته است ایران مهمترین اولویت سیاست خارجیش را دوستی عنوان می کند ولی رفتارش خلاف این قاعده را نشان می دهد. آقای الجبیر در پایان نوشته است ما از ایران می خواهیم در مسیری قدم بردارد و مشکلات را حل کند که صلح را برای مردم به ارمغان بیاورد اما این نیازمند تغییر عمده در سیاست و رفتار ایران است ما هنوز منتظر چنین تغییری هستیم محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز 21 دیماه با چاپ مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز عربستان را متهم کرده بود که نگران حل مسئله هسته‌ای ایران است چرا که به گفته وی با حل این بحران چهره تهدید واقعی برای جهان یعنی حمایت فعالانه عربستان از افراطیون خشونت طلب مشخص خواهد شد تنشا در روابط پرفراز و نشیب تهران و ریاض در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و حمله به اماکن دیپلماتیک آن کشور در ایران بالا گرفته است. روز گذشته محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان در سفر به تهران پیشنهاد میانجیگری برای کاهش تنش میان این دو کشور و عربستان را مطرح و اعلام کرد که هر دو کشور از این موضوع استقبال کردند. آقای نواز شریف گفته گام بعدی آن است که ایران و پاکستان نمایندگانی ویژه برای پیگیری روند میانجیگری تعیین کنند علاوه بر دیدار نواز شریف با حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهوری و حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، راهل شریف، وزیر دفاع پاکستان نیز با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرده است. نخست وزیر پاکستان در پی دیدارش از ریاض و تهران گفته هیچ یک از طرفها خواستار تنش نیستند. صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه پیده در رابطه با حضور کردها در کنفرانس ژنو که قرار هست 25 پنجم همین ماه به سرپرستی سازمان ملل متحد پیرامون حل بحران سوریه در ژنو برگزار بشه گفته هنوز مشخص نیست که ما در این کنفرانس شرکت بکنیم یا نه او گفته اگر شورای دموکراتیک سوریه در کنفرانس ژنو حضور نداشته باشه طبیعتا به هیچ یک از تصمیمات این کنفرانس هم ما پایبند نخواهیم بود اما شورای دموکراتیک سوریه که آقای مسلم از آن سخن میگه در واقع ائتلافی است از کردهای شمال سوریه و برخی اعراب مخالف بشار اسد این شورای جدید ماه پیش همزمان با کنفرانس ریاض تشکیل شد کنفرانسی به میزبانی عربستان که اغلب کورهای مخالف سوری در اون حضور داشتند اما عربستان کورتای سوری رو به اون نشست دعوت نکرده بود حالا صالح مسلم گفته ما یک سری پیش رو برای شرکت در کنفرانس ژنو داریم به همین منظور یک هیئت دیپلماتیک از پیده که بخش از شورای دموکراتیک سوریه هست در ژنو به سر میبره و با مقامات مختلف و نمایندگان سازمان های جهانی در حال بحث و گفتگو هستند. او گفته البته هنوز مشخص نیست که چه فرد یا افرادی به عنوان نمایندگان اپوزیسیون سوریه در نشست ژنو شرکت بکنند اما به احتمال زیاد ترکیب هیئت اپوزیسیون سوریه امروز چهارشنبه 20 ژانویه پس از دیدار مقامات دیپلماتیک روسیه، امریکا و استفان دمیستورا مشخص خواهد شد. از سوی دیگه برخی خبرها حکایت از آن داره که یک هیئت پانزده نفره به عنوان نمایندگان مخالفان سوری انتخاب شدن اما اسامی این افراد هنوز منتشر نشده در نشست ریاض زمانی که اعضای کمیته عالی اپوزیسیون سوریه در حال انتخاب بودند در واقع هیچ سهمی از کرسی‌های های این کمیته به کورت سوری داده نشد حتی گفته شده دلیل این امر فشار ترکیه بر روی عربستان بوده به جهت حساسیتی که ترکیه بر روی پیده داره و اون رو شاخه سوریه پکاکا میدونه البته انتقادی هم که به شیوه انتخاب اعضای کمیته عالی اپوزیسیون سوریه مطرح هست اینه که اغلب کرسی های این کمیته و یا هیئت 15 نفره نمایندگان مخالف سوری از گروه ها و شخصیت های انتخاب شدند که آرا و افکار و سیاست های نزدیک و همسو با عربستان و ترکیه دارن و خب همین موضوع در واقع خودش محل مناقشه شده چرا که روسیه و ایران بسیاری از این شخصیت ها و یا گروه های مخالف سوری رو قبول ندارن با این همه حال روسیه گفته سعی میکنه تا در نشست روز 25 ژانویه در ژنو نمایندگانی از های سوری هم حضور داشته باشن. باید منتظر بود و دید نشست چند روز آینده در ژنو که زیر سایه همه این اختلافات برگزار میشه و خب بسیاری به اون چشم دوختن چه دستاوردی برای سوریه بحران زده به همراه خواهد داشت